خب در دنباله برنامه نوروزی تلویزیون ایران هستیم. خب در این قسمت سپیده نازنین و یک فشن دیزاینر بسیار بسیار معروف در کنار ما. خیلی خوشحالم میبینم اتون مانی جون، عیدتون مبارک. اول از همه خانم حکاک عیدتون مبارک، عید همه شما هموطنان عزیز هر جا که هستین مبارک، انشالله که سلامتی و شادی براتون باشه. خوشحالم که میبینم امشب همه دور و بر هم هستیم، همه تلویزیون ها اینجوری. این بار این نشانه خیلی خوب، من اینو به والدیک میگیرم. پدرام عزیزم اینجا هستن، پدرام پاشا طاهری، یه فشن دیزاینر ایرانی هستن، با اینکه اینجا بزرگ شدن ولی خیلی ایرانی هستن. پدرام جون اگه میخوای چیزی بگی. منم سلام میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم، عید نو رو به همه تبریک میگم در هر کجای دنیا که هستین. امیدوارم که سال بسیار خوبی تو هم با موفقیت و سلامتی و شادی در کنار خانواده و دوستان عزیزتون باشه. مرسی از مانی جان، مرسی از همه شما که منو دعوت کردین. عیدتون مبارک. مرسی. مرسی، خیلی ممنون سپیده عزیز، آقای پدرام عزیز که در برنامه نوروزی ما حضور دارین. سپیده عزیز رو که همه با ویدیوهای بسیار زیباش، موزیک ویدیوهای بسیار زیباش میشناسین و خیلی خوشم میاد واقعا به عنوان یک خواننده زنی که در مارکت ایرانی کار میکنه، در مارکت ایرانی و آمریکایی کار میکنه، دائما موزیک ویدیوهای بسیار زیبایی رو ارائه میده که این باعث میشه که همیشه تاپ باشه و در کنار آقای پدرام عزیز حتما میتونه بهتر این کار رو انجام بده. سپیده جان نظر خودت چیه؟ آیا با آقای پدرام زیاد کار میکنی؟ والا آشنایی من با پدرام عزیز با حالت اتفاقی بود ولی خوشحالم که این اتفاق افتاد، اتفاقا تو این ویدیو اخیر من که بیرون اومد به نام لبخند مصنوعی. بله بله، اون لباس، مرسی مرسی، اون ویدیو رو راوی عزیز گرفته، لباس دیزاین لباس من مال آقای پدرام پاشا هستش. خیلی خیلی بچه فوق‌العاده تالنتد و هنرمندیه و اسمش میشنوی اسمشو خواهی شنوی آردی، همینطوری که دارم با تون صحبت کنم با خیلی از هنرمندهای بزرگ هالیوود داره کار میکنه. ولی از اینش خوشم میاد مانی جون که ایشون با اینکه اینجا بزرگ شده و فارسیش خوبه، من اول ترسیدم گفتم شاید فارسیش هم ولی بلا گرفته فارسیش خوبه، ولی با اینکه با هنرپیشه هالیوود داره کار میکنه واقعا از این خوشم میاد که ایرانیه اینجا اومده. از دیدن شما، از آقای شبخیز، از هنرمند، خیلی ایرانیه و عاشق فرهنگ ایرانیه و من به عنوان یه ایرانی بهش افتخار میکنم. انشالله که 100 درجه همه جون بری بالاتر و بالاتر، معروفتر بشی، ولی خوشم میاد که ریشت رو هیچ موقع گم نکردی. پدرام جان میدونم که فشن شو داری الان 12 مارچ فشن شو داری، میخوای راجع به اون یه چیزی صحبت کنی؟ شور. مرسی سپیده جون، واقعا افتخاره که در کنار شما باشم. سپیده جون اصلا کسایی که واقعا از نزدیک نمیشناسین، یکی از افتاده ترین، خاکی ترین، مهربون ترین اشخاصی که من تا حالا باش برخورد کردم. از دوستی همکاری باش واقعا بسیار لذت میبرم. مرسی سپیده جون. واقعا برنامه من، شوی من مارچ 12 در همین لس آنجلس خواهد بود، یک برنامه بزرگ فشن شوی زمستون و پاییز 2015 رو ارائه خواهم داد و امیدوارم که ویدیوهاش رو شما بتونید ببینید از طریق یوتیوب، فیسبوک و بالاخره وبسایت خودم. خیلی متشکرم. برنامه رو دارن مشاهده میکنن، فشن شو شما تموم شد؟ بله تموم شد. بله الان فشن با موفقیت. فشن شو آینده. بله بله، فشن شو آینده در خدمتشون هستیم. خب یه سوال خیلی خیلی کوتاه، چون بعد خیلی ما مصاحبه رو خیلی کوتاه بکنیم. سپیده چگونه این تحرک رو در استیج میتونی داشته باشی؟ یعنی خیلی خیلی سخته ها به نظر من برای یه خانوم، هیچ باورش نمیشه مانی جون، ولی سخته، واقعا سخته برای یه خانوم که این تحرک و این کارهای خیلی جالب رو بتونه انجام بده. نداریم، کمتر داریم، ولی خب این آیدیا رو از شکیرا گرفتی؟ والا شکیرا من خودم چون عاشق تحرک و خیلی کلن آدم هیجانی هستم جدی، یعنی واقعا شخصیتا اینطوری هم، یعنی برنامه‌ام روی صحنه اینطوری، من شخصیتم هم همینطوریه، بنابراین تو وقتی روی صحنه میرم خب
همون رو تقریبا ارائه میدم. ولی انرژی مردم هم خیلی کمک میکنه نه؟ طبیعتاً من دوست دارم، فکر کنم مردم خیلی دوست دارن، برای که مخصوصاً کسایی که میان برنامه ببینن طبیعتاً واسه برنامه‌های تیپ مثل مال من که میدونن اومدن بیرون خوش بگذرن، برنامه نیست که بشینن برنامه گوش بدن، فکر کنم آره خیلی کمک می‌کنه. چون یه تجربه‌ای باهاش داشتم با سپیده نازنین در دبی، ما یه خانم قایم کردیم، یعنی از هجوم مردم این خانم قایم کرد، صندلی‌ها رو پاره کردن، زنجیر کشیدن، او مای گاد. ولی خب تجربه خوبی بود، ان شاءالله که در سال آینده همین جور که انقدر موفق هستی فعالیتت بیشتر بیشتر باشه. مرسی مانی جون، خیلی ممنون از شما و آقای شبخیز تلویزیون ایران ITN. خوشحالم که امشب اینجا در خدمت شما هستم، خانم حکاک، پدرام عزیز، همه عزیزانی که آقای سپروند عزیز که اونجا وایستادن، همه دوستان، امشب جمع همه هنرمندا و همه دستاندارکاران اینجا جمعه، جای همه هموطنان عزیزمون خالیه، انشالله هر جا هستین سالم و سرحال و پایدار باشین. مرسی، عیدتون مبارک. مرسی.